سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه توی این ویدیو بهتون دو تا اسکریپت معرفی میکنم که با اون میتونید عکس های دو و نیم بودی بسازید یا پار افکت پارالاکس رو به راحتی توی افتر افکت بسازید اسکریپت اول که پارالایت هست اسمش توسط این اسکریپت خیلی حرفه‌ای میتونید کارهای موشن انیمیشن و حتی کارهای مربوط به تصاویر رو به راحتی به پارالاکس تبدیلش بکنید و همه امکانات و نمیدونم فوکوس و همه چی رو خودش داره و خیلی کمک کننده است خیلی سرعت کار رو بالا میبره و این رو با هم آموزش میبینیم اسکریپت دوم که اسمش از ایزی پارالکس که یه اسکریپت خیلی ساده و رایگانه این اسکریپت فقط با یک کلیک عکس و تصاویر شما رو به حالت دو نیم بودی تبدیل میکنه حالا توی ویدیو تنظیماتش رو بهتون نشون میدم خیلی خیلی اسکریپت خوبی نیست فقط ممکنه توی برخی از شما بهتون جواب بده و تنظیماتش رو با هم میبینیم که سعی بکنیم ازش بتونیم استفاده ای ببریم بسیار خوب بریم که آموزش رو شروع بکنیم شما توی این آموزش دو تا روش استفاده از اسکریپت رو هم و نصبشون رو هم یاد میگیرید خب یکی از روش ها اینه که ما اسکریپتی که مد نظرمون هست رو توی محل نصب نرم افزارمون که واسه من میشه درایو سی پروگرام فایل ادوبی ادوبی افتر افکت 2022 سپورت فایل اسکریپت و اسکریپت یو آی پنل که میام این پارالایتی که در واقع دانلودش کردم از بیت کرافت هر جای دیگه ای که فرمت JsX بین رو داره توی در واقع این فولدر کپی میکنم که شما این اسکریپت رو از بیت گرفت دانلود خواهید کرد خب واسه اسکریپت دوم روش دوم رو جلوتر بهتون میگم خب ببینید ما توسط این اسکریپت میتونیم عکس هامون رو یا موشن هامون رو که حالا میتونه مثلا کاراکتر های الاستریتوری داشته باشه اینا اینها رو ما انیمیتش بکنیم من حالا چیزی که از شاتر سوک تهیه کردم رو بازش میکنم توی الاستریتور میخوام بهتون بگم که این کار نکته مهمش اینه که باید لایه بندی شده باشه یعنی شما باید ترتیب لایه هاتون و اینکه هر المانتون توی یک لایه قرار بگیره رو حفظش بکنید خب میبینید مثلا اینجا ما رود رو که قسمت جاده هست رو با تکسچر های اون و اتفاقایی که توی اون افتاده ترهای اون ما توی یک گروه لایه اونها رو داریم یا مثلا فنس رو توی یک لایه داریم خب و تری رو توی یک لایه داریم و خیلی مهمه که ما بتونیم ترتیب های این ها مثلا لنترن الان توی کدوم قرار داره اینجا روده اینجا کدوم قسمته ببینید پیومنت در واقع سفر یک هست بهتره که این بالای پیومنت سفر یک قرار بگیره که بگیم ترتیب هم درست لحاظ شد حالا اینجا اگزمپلی که وجود داره رو من پاکش میکنم نیاز به این لایه نداریم نکته مهم بعد اینه که ما برخی جاها برخی از اینها رو میتونیم حسفش بکنیم و بعد با اضافه کردن توسط خودمون و افکت های مثل سی سی بند و اینا که پیشور توی هفته افکت وجود داره به کار بود بیشتر بدیم مثلا این چمن هایی که روی این دست چمن ها هست اگه اینا رو حذفش بکنیم و موقعی که حالا مثلا زومی انجام میشه فرزن یا صحنه به صورت افقی در واقع پن میشه بیایم اینها رو خودمون اضافه بکنیم یه حرکتی توی صحنه داشته باشیم به نظرم خیلی بهتر میشه که حالا این رو اینجا پوشش نمیدیم نکته دیگه که من الان اینجا میبینم بیشتر که به کار دقت میکنم میبینم که این کار درست گروه بندی شده خب توی شاتر سوپ به صورت گروه بندی شده من اون تهیه کردم ولی ببینید این نورها خب اگه پاشون به افتر فکر برسه به این حالت در میان خب و من اون وقت مجبورم کل این گروه رو چون اینا جدا نیستن اگه نورش جدا بود از اون در واقع چراغ شهریه از این قسمت فلزی خب من می اومدم خب نور رو انتخاب میکردم توی افتر افکت و مود اسکرین رو قرار میدادم ولی اینا جدا نیستن ما بهتره که اینا رو جدا بکنیم که من اینجا اینا رو انجام نمیدم ولی خب روشش رو بهتون میگم شما فقط کافی که یه لایه جدید باز کنید و بیاید اینجا توی گروهتون مثلا ببین اینا نورن این چهار تا خب البته این اینا هم نور هستن خب اینا رو بگیرید و بکشید توی لایر جدیدتون قرار بدید به این شکل حالا شما بیم اینجا خب دوپلیکیت هم که داره متاسفانه فقط من چک بکنم اینو خب این قسمت دیگه است این خب من از این اومدم آره من از این چراغ شهری ای اومدم نورهاش رو جدا کردم تو این لایه قرار دادم ببینید بهتره که پس به این شکل اینا رو جدا بکنیم حالا من دیگه اینا رو انجام نمیدم الاستریتور رو میبندم و میدونم که خب ایرادی پیش میاد که حالا من ایراد رو بهتون توی افتر افکت نشون میدم که حالا این فایل شما توی سایتمون میذاریم برید دانلود بکنید حتما واسه تمرین انجام بدید خیلی به درد بخوره توی کارهایی که واسه اینستاگرام میسازید به صورت عکس اونها رو در واقع دو نم، دو نم بودی بکنید پارالاکس بکنید یا اینکه هاتون ما میم اینجا این فایل الاستریتوری رو یا میتونه فوتوشاپی باشه اینجا وارد میکنیم بهتون بهمون میگه که خب بر اساس فوتج باشه کامپوزیشن میگم کامپوزیشن و داکیومنت سایز باشه و حالا این در واقع کامپوزیشنی که وجود داره دابل کلیک میکنم تا اینجا واسه من لود بشه ببینید دوستان الان فقط کافیه که شما نباید لایه ها رو انتخاب بکنید فقط کافیه که اینجا بیاین این, این کامپوزیشنتون رو انتخاب بکنید وارد ویندو و پارالایتی که اونجا کپی کردیم اینجا واسه ما میاد پارالایت رو اینجا میزنیم بعدش ببینید حالا یه سری امکانات داره مثلا کمره کنترل به ما بده یا نده که خب اگه نده خب بعدا ما مجبوریم خودمون بسازیم میتونیم از اینجا دیگه اقدام بکنیم دپث رو به ما بده که عمق میدان داشته باشیم فرزن، الان فرزن اگه من فکوس هستم این تار بشه رفته رفته دیگه اون چیزایی که اون پشت هستم بیشتر تار بشن خب که من به نظرم باشه بهتر و نهایتا فقط شما روی این دکمه کلیک میکنید تا واسطون شروع بکنه به ساخت این در واقع پارالایت من میگم که پنج ثانیه باشه اوکی رو میزنم و چند ثانیه منتظر میشید که انجام بشه به همین راحتی انجام میشه اینجا خیلی مهمه که شما صبر و حوصله داشته باشید این لایه ها رو تنظیم بکنید اکثر این لایه ها به هم ریختن ولی خب تنظیم کردنشون چیز سختی نیستش اگه من از در واقع ویوی اکتیو کامیرا کامیر دوربین فعال به از بالا نگاه بکنم حالا زوم افتم بکنم میبینیم که همه اینها این, این لایه هایی که اینجا وجود داشتن توی یک عمقی نسبت به دوربین قرار دارن خب که اگه این کنترل رو ما انتخاب بکنیم اینجا افکت کنترل رو انتخاب بکنیم و آفست استرنج رو بیاریم به این شکل پایین اینها به هم نزدیکتر میشن از لحاظ عمقی که در واقع وجود داره خب اسکیل هم که روی اسکیلشون کار میکنه و اینا فعلا کار نداریم من میرم سراغ حالت اکتی فقط اصلا ببینید که پارالکس به چه شکلی ساخته میشن یعنی لایه های ما توی کامپوزیشن توی یک عمقی نسبت به محور زد قرار می گیرن حالا یکی توی صفر یکی منهای ده یکی منهای 20 و غیره اکتیو کامیرا رو انتخاب می کنم. من زوم می کنم. ببینید این بیکیفیته خب یکی از دلیلش اینه که ما الان نمیدونیم دقیقا کجا فوکوس شده که حالا فوکوس رو خودمون میتونیم تنظیم بکنیم به راحتی مثلا من میگم که حالا خیلی دیگه بی -کیفیت. من نمیتونم واقعا تشخیص بدم فعلا ابتدای کار بیام مثلا فرانس رو انتخاب بکنم و بگم که روی این فنسا فکوس بکنه فکوس رو انجام میدیم و میریم که از تار بودن در میاد خدا شکر خب بعد میریم ادامه بدیم ببینید اینا رو ما باید بدونیم مثلا اگزمپل من پاکش کردم آن نگردم اینو من پاکش میکنم اسکای ستاره ها کلاود و خود شهر خب اینها بهتره که انتخابشون بکنیم اس بزنیم و با اسکیل اینها رو بزرگ بکنیم به نحوی که کل این کامپوزیشن ما رو پر بکنن به این حالت بعد اینا رو میزنم که در واقع جمع بشن خب تری رو من اس میزنم و درختار رو هم سعی میکنم که در ناحیه مرتبط خودشون قرار بدم با اسکل, اسکل دام یا اسکل آپ کردن میبینیم که اینا در قسمت مد نظر قرار میگیرن حالا مثلا لنترن رو من یه لحظه من خاموش بکنم که بهتر بتونید ببینید ببینید این باشی که وجود داره خب من اسکیلش میکنم اینجا قرار حالا فنس رو اس میزنم و اسکیل میکنم و حالا مثلا میگم رود رو اسکیل میکنم خب مثلا رود و اسکیل میکنم و بعد پیومنت دو رو اسکیل میکنم که مثلا میتونیم میتونی بگیری بعد جاش اصلا خود فیکس بکنی با موسیقی قرار نیست حالا فقط با اسکیل کردن این اتفاق رقم بزنی پوزیشن روتیشن همه اینا رو میتونی تغییر بدی بعد گرس ها که میشه این چمن ها خب به نظرم توی جای درستی قرار دارن حالا بعد لنترن رو من روشن میکنم خب ببینید من گفتم که میام اینجا توی, فو... گروهشون رو تبدیل به لایتن میکنم این حالت یا تبدیل به گروه اسکرین میکنم در حالت اسکرین این بستگی به من داره ولی اگه اونجا من می اومدم بدنه فلزی رو از نورها جدا می کردم الان اینجا فقط نور این در واقع لترن لنتر نگم نور این در واقع گروه لترن رو من به حالت اسکرین در می آوردم. اون موقع دیگه از این قسمت فلزی اون پشت سر دیده نمی شد پس اینو لحاظ بکنید حتما توی الستریتور حتما گروه بندی شده بیارید از توی فوتوشاپ فایل پی استی میارید گروه های منظمی داشته باشید خب بزنیم حالا فعلا به همین شکل بمونه من یه اسکیل میزنم اینا رو یه اسکیل دام نمی و توی قسمت مد نظرم قرارش میدم حالا میتونی بعضا یه روتیشنی هم به کار بگیری ولی خب چون مود درستی ندارن احتمالا توی دید ما مشکل ایجاد بکنم همین نهایتا با با تنظیمات رو اسکیل روتیشن پوزیشن همه چی رو میتونیم تغییر بدیم و بعدش میایم سراغ کنترلر خب توی کنترلر ببینید شما فرزن اصلا فعلا با اینجا کار نداشته باشیم فقط این روی زوم کار بکنیم ببین اینا که مشخصه هورزینتال دوربین رو حرکت میده به صورت ورتیکال پن میکنه از بالا به پایین خیلی خوبه و بهتره که حالا اسکیل این مثلا گروهمون فرزن بشه دو که یه خود زومین بشه که من وقتی مثلا به صورت ورتیکال میام این رو جابجا جا میکنم بذار اصلا انیمیت بکنیم بچه خب من اینجا در واقع استاپ واچ اسلایدر انیمیشن پن ورتیکال رو میزنم میرم ثانیه پنجم و این رو مثلا به این حالت میارم خب و حالا ببینید ببینید خیلی جذاب جابجا جا میشه البته این گرس ها به نظرم توی جای درستی قرار نگرفته حالا من فعلا اینا رو غیر فعال میکنم بعد ببینید ما میتونیم زوم هم بکنیم دیگه من میگم فرزن اینجا خب توی فریم صفر توی این ناحیه باشه خب و حالا مثلا میام میگم که توی فریم صفر که توی این حالته فوکوس من روی فنس باشه فنس انتخاب میکنم روی دکمه فوکوس کلیک میکنم فنس در حالت فوکوس هستش خب حالا من زوم میکنم توی ثانیه پنجم میگم توی ثانیه پنجم یه مقدار بیشتر برم به سمت فرزن این حالت خب و میگم که الان روی سیتی باشه خب و میام سیتی رو انتخاب میکنم و روی فوکوس کلیک میکنم خب همونطور که میبینید در حالت فوکوس قرار میگیره البته احتمالا افت کیفیت رو شما متوجه بشید که بهتره ما بیایم این در واقع فور کامپلایر رو رسترایز رو مثلا واسه همه فایل های روشن بکنیم الان کیفیتش رو نمیدونم دیدید یا نه یه لحظه بالا چرف خب برمیگردم پس ببین الان روی ثانی پنجم فوکوس روی این ساختمون حالا که برمیگردم اقعا فوکوس میخوام روی فنس باشه که روی فنس هستش پس فوکوس رو به این شکل میتونیم جابجا جا بکنیم خب اینا رو همون اگه گروه لایه هامون درست نباشه واسمون همون قطعا مشکل ساز میشن خب بعد گفتم ترتیب مهم مثلا این به جای اینکه اینجا باشه روی پیمنت صفر دو باشه روی پیمنت صفر یک باشه میتونه بهتر عمل بکنه که حالا قبل اینکه ما این دکمه رو میزدیم باید به این فکر میافتادیم خب ببینید این حالت معلق شدنشون توی اون حالت رفت میشه حالا ببین من میرم جلوتر به این حالت زیبا هم در واقع زوم میکنم پن میکنم در واقع خود این سحنم رو و هم میتونم حالا از هایی که داره روی مثلا قسمت های دیگه فرزن توی این حالت که من میام اینجا شما اگه اپچر رو بالاتر ببرین چه اتفاق میفته الان فوکوس روی ساختمون هست خب اپچر رو من بالاتر ببرم ببین این فنسه بیشتر حالا مثلا هم زوم چیز میشه از ناحیه فکوس خارج میشه اینجا میبینید اطراف دیگه خیلی مثلا بیش هست. حالا 200 مثلا از 200 س... کرده بودیم 800 من برش میگردنم به مثلا 400 این چراغ شهری داره اذیت میکنه منو بهتره که توی الاستریتور پس جدا شده حساب شده کار رو باید بیاریم توی افتر افکت که تا اینجا بهمون به اذیتی نداشته باشه بعد میتونیم قدرت بلار رو ما تعیین بکنیم دوستان مثلا توی 5 ثانیه که قرار میگیریم ببینیم من بلار رو ببرم بالاتر خب بلار همون روی این چیزا صحبت نکنیم به نظرم بهتره شما به راحتی میتونید از اینجا مشخص ما. بعد فوکوس لیرتون رو هم میتونید اینجا تعیین بکنید علاوه بر اون میتونید حالت اتو فوکوس رو روشن بکنید که وقتی روشن بکنید حالا فکوس اتوماتیکی انجام میده و ببین اینجا فکوس رو نمیدونم روی کجا قرار داده ولی خب کنم اینجا هستش ولی خب خیلی کمتر و اتوفوکوس اینجا دوباره روی ساختمون هستش که بهتر حالا فوکوس رو ما دستی بعد فکوس لیرتون رو از اینجا مشخص بکنید مثلا بگی خب من میخوام فرزن نسبت به سیتی اتوفوکوس انجام بگیره خب ببینید سیتی همیشه در حالت اتوفوکوس هستش خب فوکوس خودکار که حالا اینا چیزایی هستن که شما اینجا باش بازی بکنید و راحت قطعا بلد میشید بعدش ما میتونیم فوکوسمون رو ریسیت بکنیم مثلا اینایی که زدیم راضی نیستیم ریسیت رو میزنیم حالا میتونیم دوباره ببین من میگم ابتدا من با این قسمتش راحت دارم ابتدا روی مثلا اون چمنها باشه فوکوس و بعد مثلا ثانی فرزن پنجم روی مثلا همین ها یا سیتی باشه به همین راحتی پس اینم از این موضوع علاوه بر اون شما اگه مثلا چی بگم اس بزنید میبینید که تمام این پارامترها توسط این پارالایت کنترل میشه اگه بخواید از کنترل خارجش بکنید روی این دکمه سطر زباله بزنید میبینید دیگه از اون حالت خارج میشه میتونید برخی از لایه هاتون رو که نیاز به این چیز نداره در واقع پارالاک نداره جدا بکنید حالا خودتون دستی یه سری ها روش انجام بدید سری افکتا روش قرار بدید خب امیدوارم که این آموزش بهتون کمک بکنه که این اسکریپت رو یاد بگیرید خیلی حالا مثلا این صحنه‌ای که من انتخاب کردم به نظرم صحنه خوبی نبود خب شما اگه وقت بذارید حالا روی کارتون روی کارهای خودتون بیشتر وقت بذارید قطعا میتونه پروژه های موفقی رو رقم بزنید حالا بریم سراغ اسکریپت بعدی که میخوایم با هم کار بکنیم این اسکریپت رو دیگه من کپی نمی کنم ایزی پارالکس واسه اکس ها خیلی کاربرد داره در جا میتونید ازش از عکستون حالت دونیم بودی پارالکس رو بسازید عکس رو من وارد افتر افکت میکنم و درگش میکنم روی کامپوزیشن که یک در واقع کامپ ازش بسازم واسه اجرای در واقع اسکریپت پارالاک، ایزی پارالاکس، دیگه سراغ کپی کردن نمیرم وارد فایل میشم وارد قسمت اسکریپت میشم ران اسکریپت فایل رو کلیک میکنم و اینجا ایزی پارالکس رو اوپن میکنم به همین راحتی باز میشه نیازی به در واقع کپی کردن هم نداشت خب ببین من با همین تنظیمات مشخص شده خودش که اینا سایز دایره ها هستن قطر قطر دایره هایی که این وسط حال اتفاق میفته الان میبینید این فدرشه این در واقع اکسپنشن یا مثلا ببینید چون اگه بیاید اینجا یه دایره بزنید با الیپتیکال یه ماسک بزنید خب توی ماسکتون فدر دارید اکسپنشن دارید دیگه اینا رو من پیش فرض میدونم که حالا بلدید چون اگه اینا رو بلد نباشید به مشکل میخورید مقدمات افتر فکت. ببینید من میام اینجا خب این عکس رو انتخاب میکنم خب پارالاکس رو ران میکنم حالا میام ببینید این پایین این عکس اصلی خودمونه اینو باید غیر فعالش بکنیم خب غیر فعال که کردیم میرسیم به این حالت حالا ما باید یه عدیه دوربین بسازیم که وارد لیر و نیو و یک کمرا اینجا میسازیم و بهتری که حالا با توجه به توتوریالی که اینجا وجود داره در واقع این سازندش اومده یک ویدیو قرار داده میگه که 90 بهترین نتیجه رو میده ما هم همون رو 90 میذاریم و بعدش میتونیم با این ابزارهایی که اینجا داریم و ابزار کامرامون خب به این راحتی پارالکس بسازیم میبینید چه اتفاقی میفته خیلی جذاب حالا روی این عکس جواب میده روی عکس دیگه احتمالا جواب نده چون به همین راحتی ما نمیتونیم بسازیم اون موقع ما بیایم اینا رو تنظیم بکنیم مثلا فرضاً بذارید من اینا رو کنه هم کامرا رو پاک میکنم عزیزان هم کل این 22 تایی که از اینجا ساده دوستان این 22 دو تایی که در واقع ایجاد شده رو پس اینا رو من میکنم فرضا نصفش 11 واسه همین رو دو برابرش میکنم به گفتی خود سازنده بهتره که این اکسپنشن نصف این مقدار باشه نصف به اضافه یک یعنی پنجاه و یک ولی خب اگه احتمالا روی همین عکستون یه این تست بکنید جواب نگیرید 75 هفتاد تستش بکنیم دیگه من رو 51 میذارم خب دبس، فاصله و آفستیه که به صورت در واقع این مسکا از هم دارن اسکیل هم که اسکیلشونه خب من میام پارالکس رو اجرا میکنم با این مشخصات و میام اینجا 12 دوازدهمی رو میبندم حالا وارد لیر و کامیرا میشم به یه کامیرای 90 ایجاد میکنم حالا با همین ابزار یه مقدار زوم میکنم میبینی که خب نتیجه خوبی به ما نداده به خاطر اکسپنشن پایینی که وجود داره و این ماسکای دایری که زده به نظرم خوب نیستش خب که من میام اینا رو ببین میام اینجا که هم کمره هم بقیه اینا رو کلا پاکش میکنم حالا برمیگردم به لایه خودم این حالت نصف به اضافه 25 75 رو انتخاب میکنم همون چیزی که به صورت پیشور ثبت شده بود حالا اینم به جای 11 12 اش میکنم که دیگه خیالم راحت بشه 12 تا لایه واسه من میسازه خودشو پاک میکنم در واقع غیر فعال میکنم و میام اینجا یه کامپوزیشن از کام نیو و کامرا kam ایجاد میکنم با 90 درجه انگل ویو 90 خب و حالا با این ابزار به این زیبایی میتونم اینجا وارد بشم که دایره ها مشخص نیست از اینجا به بعد دیگه متاسفانه مشخصه حالا ما توسط دپس مپ و اینها قبلا توی آموزش های رایگان سایتمون یه سری آموزش تخصصی ما توی آموزش رایگان سایتمون داریم اینا رو یاد دادیم که پارالکس های بهتری تصاویر متحرک خیلی بهتری بسازید و نظرم که برید اونجا رو حتما یه ت... یه مشاهده بکنیم اون فیلم های آموزشی قبلیمون رو و اینجا این ایزی پارالکس آوردم حالا شاید توی برخی از کارهاتون بهتون کمک بکنه میبینید که خیلی ساده تره اصلا کار قرار نیست انجام بدیم یه دونه ران میزنی یه دونه حالا لایه پایین رو پاک میکنی غیر فعالش میکنی یه کمی رو میسازی مثلا توی همچین حالتی میبینید که موثره حالا اگه یه همچین حالت شد میتونی یه اسکیلی انجام بدی که این از بین بره ولی خب اصل این موضوع ما اصل جلسه ما روی موضوع در واقع پارالایت بود که یه اسکریپت تخصصی واسه این کار و توی کارهای موشن و کارهای دیگه تون میتونید ازشون استفاده بکنید حتی مثلا شما اگه میخواید پارالایت رو توی این عکس فرزن فقط فکر کنید اینجا یه سوژه ای وایستاده کابشنه مثلا زد اینجا وایستاده به شما میخواید پارالکس ایجاد بکنید میتونید ایشون رو توی فتوشاپ جدا بکنید یه لایه بکنید آبشار رو جدا بکنید درختی که اینجا هست حالا اینجا المان خاصی وجود نداره و به این شکل حالا میتونید اون موقع با پرا... پارالایتی که با هم کار کردیم بیاین اینجا و تصاویر دو نیم بودی بسازید امیدوارم که از این اسکریپت ها یاد بگیرید و بهره بگیرید اگه واسه مفید بوده لطفا نظرتون رو واسه بنویسید